Короче, эти сяхти, برای ایران، برای ما و برای همه. طبعا فکر میکنم تو این شرایط به نوعی همه تو این سختی ها باید مقاومت کنیم، چون چاره ای جز این نیست. و اگر میخواییم ایرانمون درست بشه، آباد بشه و روزهای روشن رو ببینه، باید به فکر تغییر باشیم. به نظر برای این کارم باید از خودمون شروع کنیم، چون مشکل ایران اینه که ما ایران رو به اینجا رسوندیم. و اگر همه خواهان این هستیم که ایران وضعیتش بهتر بشه، باید از افراط و تفریط به شدت پرهیز کنیم، چرا که توی این سال یعنی سال ایران از افراط و تفریطی که کم از جانب ما بوده، هم از جانب حاکمیت بسیار آسیب دیده. و بالاخره باید بتونیم هزینه بدیم تا فردای روشن رو برای ایران متصور بشیم. در غیر این صورت به هیچ عنوان نمیشه آینده خوبی رو برای ایران در نظر گرفت. من خواهشم اینه که همه اینا رو باید کنار بذاریم، همه باید دست همدیگر رو بگیریم و بتونیم برای میهنمون یک کار مفید انجام بدیم. با کینه نمیشه آینده خوبی رو تصور کرد. اون چیزی که به نظر من میشه خوب ساخت با عقلانیت، با محبت که بین ماها تقریبا به صفر رسیده و پایه‌های اساسی ایران آینده رو باید اعلامیه جهانی حقوق بشر به نظر من بذاره، تا بتونیم یک ایران آزاد، به دور از هر گونه خشونت، به دور از هر گونه تبعیض، به دور از هر گونه ستمی توش درست کنیم. امیدوارم که ما رو تو این راه یاری کنید، چرا که تک تک ماها هم تأثیرگذار هستیم، هم مسئولیم در قبال این سرزمین و در قبال کسانی که به نوعی آسیب دیدن توی این سرزمین. تنها حرفی که میشه زد اینه که امیدوارم امسال سال خوب برای همه باشه، سالی که بشه ایران رو یک کشور آزاد و آباد به نظر من توصیف کرد. و این رنجی که مردم در اون هستن، امیدوارم امسال از بین بره، گرانی، تورم و به خصوص جامعه آسیب دیدمون باید اصلاح بشه، درست بشه. و امیدوارم که ما امروز از خودمون شروع کنیم، و اگر از خودمون شروع کنیم مطمئنم که فردا رو خوب میتونیم بسازیم.